امروز میخوام در مورد این صحبت کنم که چجوری ترانه و شعر رو صادقانه و اثرگذار بخونیم، چجوری اون آهنگ رو بخونیم که باور پذیر باشه و مخاطب باورمون کنه. من مهدی هدایی هستم و اینجا کافه آواز. لطفا با من همراه بمونید. برای اینکه اثرگذارتر و صادقانه تر شعر و ترانه رو بخونیم، ما باید اون ترانه و اون شعر رو زندگی کنیم. باید اول خودمون با پوست و استخون باورش کنیم. من وقتی میخوام خودم یه ترانه رو انتخاب کنم یا یه ترانه به من پیشنهاد میشه که بخونم، سعی میکنم اون ترانه رو به شکل یه اسکرین پلی یا یه فیلمنامه ببینم که به من به عنوان یه بازیگر پیشنهاد شده که برم توی اون نمایش یا فیلم بازی بکنم. تو اون نمایش یا فیلم که همون قطعه موسیقی ما هست، من تنها بازیگر هستم که به صورت مونوتون باید اون نقش رو اجرا بکنم. توی یک آهنگ موسیقی با کلام که 3-4 دقیقه هست، یه بازیگر بیشتر وجود نداره که داستان ما روایت کنه. تو فیلمنامه یه داستانی وجود داره که یه برشی از یه زندگی یا یک منظره توش هست، تو 3-4 دقیقه روایت شده. من بازیگر حتما باید برم حس واقعی رو تو فیلمنامه در بیارم، اون ثانیه رو زندگی بکنم، خودم اول باورش کنم تا بتونم بعدش بهتر و اثرگذارتر بخونمش. یه تکنیکی از تو بازیگری بهش میگم متد اکتینگ، حتما دیدید. کسایی که بازیگری دوست دارن حتما میدونن در موردش، که میگن بازیگر باید زندگی کنه اون نقشو، خواننده باید همین کارو بکنه. من اگه میخوام اثرگذار بخونم، حتما باید خودم باور داشته باشم، ترانه رو بهش ایمان داشته باشم و یه جورای ترانه رو مال خودم کرده باشم. بذارید قابل لمستر براتون بگم. من میخوام ترانه جاودانه ایرا جنتی عطایی که واروجان عزیز ساخته رو بخونم، باور کن، که گوگوش عزیز خوانده اصلیش بود و ابی هم کاورش کرده. حالا من میخوام اینو کاور بکنم. ازتون یه خواهش میکنم، همینطور که دارید این ویدیو رو میبینید، یا چشماتون رو ببندید یا کلن برای چند دقیقه لطفاً سرتون رو بچرخونید، تصویر رو نبینید، فقط صدا رو بشنوید. من تو دو تا حالت مختلف باور کن رو میخونم، شما به من بگید کدوم رو صادقانه دیدید. حالت یک، باور کن صدامو، باور کن صدایی که تلخ و خسته است. حالت شماره دو، باور کن صدامو، باور کن صدایی که تلخ و خسته است. کدوم صادقانه تر بود؟ مطمئنم همتون میگین شماره دو. ولی چرا؟ چون وقتی من داشتم میخوندم، داشتم به معشوقم میگفتم واقعا منو باور کن، صدامو باور کن، صدایی که دیگه واقعا خسته است، تلخه، ولی داره راست بهت میگه، لطفا باورش کن. و به نظر من این اثرگذارتر، چون منظره رو من دیدم، من زندگیش کردم اون منظره رو، و فکر میکنم این خیلی برای من جای امیدواری واقعی میذاره که اون معشوق یه بار دیگه فرصت بهم بده تا حرفامو گوش بکنه. پس شما هم حتما لطفاً اون ترانه‌ای که میخواید بخونید و اول تو قالب یه بازیگر مناظر مختلف احساسیشو در بیارید. مثلا چه میدونم داره میگه تو چشام نگاه کن و دستت تو بذار تو دستم، هم حتی اون منظره‌ای که داره در موردش صحبت میکنه اول ببینید، تو خیالتون مجسمش کنید، بعد بخونید اون آهنگو. یه توصیه دیگه هم به عنوان یه هنرجوی کوچیک آواز بهتون دارم، اونم اینه که سعی کنید ترانه های خودتون رو بخونید. خیلیاتون میگید نه من استعداد ندارم، بلد نیستم بنویسم، اصولشو بلد نیستم. ولی شما اگر برشی از زندگی خودتون که زیستین اون ثانیه ها رو با پوست و استخونتون لمسش کردید، با روحتون لمسش کردید، رو کاغذ بیارید، وقتی میخونیدش واقعا خیلی خیلی اثرگذارتر از لحظه یه که ترانه یکی دیگر رو میخونید. کافیه که یه مقداری مطالعه کنید، اصول ترانه نویسی و شعر رو یاد بگیرید و به راحتی ترانه خودتون رو بنویسید. اول با دل نوشته شروع کنید، حتما این کار رو بکنید و ببینید چقدر لذت بخش وقتی یه داستان زیسته از زندگی خودتون رو میخونید. اصلا حستون یه چیز دیگه است.
اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایکش کنید، با دوستای دیگه‌تون به اشتراک بذارید، حتماً کامنت بنویسید زیرش برای دوستتون تا اینجوری موجب بشه که ویدیو رو ببینه. اگه تو این کانال تا حالا سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید اگه دوست داشتید و فکر میکنید این کانال به دردتون میخوره. اگه تو اینستاگرام میبینید حتما با آن همراه بشید، فالو کنید و یادتون نره آواز بخونید و سعی کنید صادقانه بخونید و مواظب روحتون اول و بعد جسمتون خیلی باشید. خرد یار و نگهدارتون.